بیندگان گرامی با احترام خدمت شما در ارتباط مصاحبه و صحبت ها با هنرمندان امروز یک شخصیت هنری در کنار ما هستند که شما میبینید چون دکتر صاحب معصوم منصوری که از آلمان تشریف آوردن و امشب افتخار بخشیدن مهمان ما هستند. دکتر صاحب منصوری حالا از خودشان زیادتر سوال میکنیم ولی هنرهای مختلف دارن، آوازخوان هستند، سازهای مختلف هم مینوازند، شاعر هستند، رسام هستند، یعنی هنرهای واقعا و هر کدامش به بسیار زیبایی و مقبولی می نوازن و می خوانن و در ضمن دکتر تپ هم هستن. دکتر صاحب بسیار تشکر می کنم از اینکه به این اخیر وقت دادن که چند لحظه در خدمت شما باشم. ممنون شما هستم. ممنون و سپاس از خودت خیلی جان عزیز. خواهش می کنم. شخصیت خودت هم اجتماع و رسانه ها می فهمن، می شناسن و هم در بخش هنری و هم در بخش شخصیت انسانی شما هر قدر بگویم کم است. ممنون که من افتخار زیاد دارم که پیش شما باشم. فاصله بسیار طولانی را پرواز کرده و سفر کرده. ارزش زیاد میفهمیدم پیش یک شخصیت قابل احترام شما باشین. سفرتان به امریکا و چه مناسبت بودم؟ اونطور فقط برای یک چند روز استراحت؟ وقت بگویم ما تاریخ 19 سال گیره دارم اگر وقت شما خانم سید تولدتان مبارک زنده باشید پیشا پیش محمد شما خانم سید بود یک برنامه ریزی کرده بود و بعض دوستا هم دیجی هستن که وارو باید می دیدم دیگه نسبی شخصی است و در برنامه یکی از بخش هایی که برنامه قابل احترام بود که شما را زدیک ببینم خواهش بخواهد بسیار مهربانی که دکتر سید با کارکردهای شما یک تعداد زیاده اونایی که در آلمان هستن یا در دیگه ممالک هستن تا اندازه آشنایی دارن ولی احتمال داره یک تعداد وطندارای ما با کارهای هنری شما با کارکردهایتان آشنایی دارن. ما میخوایم اگر شما خودتان به صورت فشرده و بسیار درست از می به اصطلاح رقمی که بعض مواقع بیوگرافی بسیار کسا را نشته میکنن ولی ما میخوایم که بیوگرافی را فشرده از زبان خود شما بشنویم. شما در کدام مکتب درس خواندین؟ تحصیلات عالیتان در رشته طب در کجا بوده؟ در کجا دکتر شدین؟ در کجا فعلا دکتر هستین و موسیقی را چطور شروع کردین؟ پیشکی یاد گرفتین؟ چه کدام سازا را می نوازین؟ باز در مورد شعر و شاعری می آید، در مورد رسامی می آید و بقیه هنرهای شما. نام خدا خوب ژورنالیست توانا هستین و برنامه ساز لیگ. مگه با یک سوال نام خدا یک 10-20 جواب از من توقع دارین گوش می کنم. اگه یاد طرف یاد آوری میکنیم اگه مختصر بخاطر که بجزا اول خود فراموش شد که اگه احترام جداگانه به هر همتنهای عزیز خود تقدیم بکنم در هر کجای کورا زندگی میکنن برای دوست و خیش و اقارب و استادای ما عزیز خود و به تمام هنرمندای افغانستان خود یک احترام ویژه تقدیم میکنم. آرزو دارم که هر جایی کسی صحتمند و سرحال باشین. بنده یک هنرجوی بسیار کوچک از خیلی جای اول اگر از مکتب شروع کنیم، ما در کوچه خیابان کابل تولد شدیم. بله. یک شش ماه مکتب پارسا رفتیم، باز خانه کنی کابل زیر تخریب شد. برای ما زمین دخ خیرخانه دادن هم جه. داری متاسطر پیش بردم. ما از مکتب حربی کابل فارغ شدیم. حربی شوان زایی دهی شوان زایی جه فارغ شدیم. و بسیار مدیون از مکتب هم هستم که در اوجه اصلا انضباط و دسپلین از یک مرد به سابقا میجه اون مکتب ها. مرد جور میکنه که با همه جنجارهای که زندگی به سراغ آدم میاد آدم مجادله کرده بتونه. به کل اینا به کابل ختم شد. یک زمان سالای 1985 به آلمان آمدم. یک سال لسان آلمانی رو فرا گرفتم. درست. طب ساب مارجوی در آلمان به شهر لایپزیگ. درست. تا صنف 5 ختم کردم. دوره استاج باز به بشه مونشن ختم کردم و زمان بسیار طولانی است. تقریبا بعد سال 2002 سال 2000 تخصص خود از شهر کوبلنس آلمان در چه رشته تخصص گرفتین؟ تخصص اساسی اصلا در بخش طب عمومی است به نام الگرین میدیسین یا جنرال مدیکل میگن ولی ابعاد گسترده مسلکی داشتیم. یک دو سال جراحی کار کردم، یک شش سال ارتوپدی و بخش پین تراپی و شمس تراپی کار کردم، بخش شیوتراپی، بخش کارهای اساسی روز بریم از یک 3 سال شعبه ریکاوری شعبه انتنزیف میگن و یک 2 سال در بخش کاردیولوژی کار کردیم کمو اشپکتروم که دارم یا به سبب سایی که از لحاظ مسلکی برای اجتماع بر مردم مهم است یک کم اک عباد گسترده تر داره از اینکه در بیان جهت یا جرا بوده باشی یا داخل کار کرده باشی. یک خوشبختی دیگه شاید برای امتنا و برای شما شاید جالب باشه بیشتر از 12-13 سال است که
رتبه‌ترین متخصصی پانتون شهر دوسبورگ اسم ندارم. درست. دکتر سایبای جرمن استاجرها که وقت فارغ میشن برای 5 هفته 6 هفته کارهای پرکتیکی مخته پیش میدن و این خواهد پیش میبرن. اما خفی شده تقریبا بیشتر از 37 سال. فعلا در معاینه خانه در چی رشته کار شما در چی رشته است؟ به صورت طب عمومی است یا کدام کار تخصصی کار میکنید در معاینه خانه؟ چندی در بود است. در قدم اول خود من است یک دکتر داخله و دکتر خانوادی این وظیفه اساسی من است. بخش دیگه اساسی من کار ارتوپیدی و شمنس تراپی است. درست. یک بخش دیگه در حدود یک 60 مریض متادون دارم که سایک با مواد مخدر، الکل و هیروین اینا ارتباط دارن، یک برنامه از بنام میتادون پروگرام یاد میکنن. اونا شامل از این کتگوری است. و یک بخش دیگه کاریم دارمان یک پروژه است به نام DNP یاد میکنن، کسایی که فشار بالای خون دارن، که تکالیف قلبی و اسما و COPD. اونا هم به صورت قسم از این تداوی قرار دارن که یک سیستماتیک یک برنامه رسمی دولتی است که او در اونچه قرار گرفته. ما فقط شما در رشته طبی میخوایم، شما با این مشغولیت و مسئولیتی که در رشته طب دارین، شما چطور باز در موسیقی رو آوردین و یک قدر سازهای مختلف و باز شعر و شاعری و رسامی اینا در یام یک کمک صحبت کنین که چطور شد که اتفاق افتاد و چطور ادامه پیدا کرده میتونه با این هم کار زیادی که در رشته طب دارین شما؟ خیلی جان کل اول خو یک چیزی که پیش ما درد دل بگویم از عدوری از وطن است. وقتی آدم در هجرت زندگی میکنه، وقتی از پدر، از مادر، از محیط ماحولی که در روی هم امکانات وجود داشت یک بار آدم وطن ایلا میکنه، به جای دیگه میرسه و در حالت غربت زندگی میکنه، آلمان های اصلاح دارن به نام هنگی میگن یک درد ملت یا درد وطن. اول کنیش یک شعله بوده که بسیار مرا وادار ساخته تا به طور مثال به آلات موسیقی افغانی خود اول بپردازم که او ارباب است. بله. سازا را در آلمان کامدن شروع کردیم به نواختن یا یکی در افغانستان هم کم و بیش دسترسی بوده؟ در افغانستان هم دسترسی بوده. مثلا سنفای نو بوده که کمک بچه ها میفهمه. بله بله. یک در خانه ما بود. خب بسیار. یک من دکتر سید در بیجان با هم تمام من دیده یه سو داره. و باز در خانه یکان بیسری و بیلهی داخل خانه داشتیم. بله. اما تو می بود که فضای دوستا و رفقا بسیار قسمی بود که از او اندک ساعت شهر تیر بود. بله. ولی باز وقتی به آلمان آمدم رشد در آلمان رشد به آلمان بود. من اصلا از شاگردای رسمی استاد غلام حسین هستم، با شما احترام تقدیم میکنم در قسمت رو با در قسمت رو با با شما گرماندیم بسا. بله. اول که داتر سب شما ببخشم چند ساز هم می نوازن این هم اول تر بفاهمیم که باید بود تانم شفت بذارم که کدام ساز هم نمی نوازن می تانم که تو سوال کنم کدام ساز شما نمی نوازن رو با می نوازم که استاد غلام حسین مدام است. اول یاد استادای نامش رو فراموش نست از استاد سمیر رفی تشکری میکنم در بخش کلاسیک آواز اونا کمکم کردن. یک 4 سال در مکتب هندی رفتیم، مکتب انواع اکادمی استاد دبشی است که سر آلمان است میفهمند، از اونا تشکری میکنم. از آواز که در شراب صدوف است در بخش سید بران آقا بله سید بران بله اونا ستارم میلوازن یه از دوستایی بسیار خوب اومد. بله اساسات کار ستارم با اونا بودن. خب بعض استادای دیگه هم بودن ولی تا خویی شد رباب و ستار دیگه کدام ساز هست؟ دیگه خویی یک کنسرت ما داشتیم در سال 2021 دوجه 8 تالی موسیقی بود که اعضای حد اجرایی یک کدام بالا بودن؟ از رباب شروع کردم یک پرچه بود باز یک پرچه ستار بود یک دوتار از رگی بود. بله. بعد از او یک دو پارچه توله بود، باز یک پارچه موندارمونیکا بود، اما با جگت میگید مثلا وطنی با شما، باز یک پارچه اکاردین بود و یک آلگک دیگه است برام بوچوکی یاد میکنم مثلا وای گرم دارم در تنبور واری است از او استفاده کردم و یک تنبور هراتی بود از او هم یک پارچه نواختم و در ختم راگ بوباری با تینتال هم رای بچه که مرسی جان اجرا کردم با و یک پارچه یک دیگر همه دختره که خودم زبینه جان که ویلون کار میکن. درست. یک پارچه قلبی بود که دکتر سید دوبک بسا هم اونجا تشریف داشت. از یعنی برنامه که 8 ساز نواختین که هم ویدیو کلپ چیز داریم؟ بله بله. خب وزیرم با من لطفا روان کنیم که بعد از ختم زمین مسایده بودیم انشالله پخش بکنیم قسمت هایش. در فیسبوک همه چیز هست؟ بله. و در همون برنامه یک 5 جان خوشی ها بود که اونا هم والی شهر آمده بود. بله. افتتاح کردن رسما در صفحه فیسبوک اونا هم در سال 2021 هست در خدمت شما قرار بیتم و قرار بود که ببخشین که عزیزان اگر این چی رقم آدم است
یک 23 23 جل از سروده های بود شب باید یک دو سروده تکلمه میشد بله. اصلا با شعر و تکلمه و گپا دیگه فرصت نمون بله. یک بخش همون نمی فهم که سه شب شده بله. چندی شب شده بود دوستان باید پس میرم تب شعر که آمده برای شما؟ تب شعر هم چیز غربت آمد بوده خیلی جان چیز از دوران نوجوانی خوش داشتم بنویسم شعر به سبب شعرهای مقبول دادم چنگ میزد یک از شعرهای دمو زمان یک همه که مرا وادار به ساخت به یعصه باید پا بگذاره میداره تجسس بکنم کدام یکی از شعرهایتان به خاطر است که بر ما یک چند بیدش رو بخوانیم که بشنیم سروده ها زیاد است اما شعری که دمو زمان کمک که مرا تشویق کرد به استقامت که آدم بسیار با جسارت بله. استقامت بندی بکنه در زندگی و به مو گام و مطلبی که داره باید هدف من درکت بکنه و بود که میگفتن تشویش مکن را ما بود پر خم پیچ است که این جاده هموار همش در خم پیچ است در جاده هموار دویدن هنرش چیست مردانه دویدن هنرش در خم پیچ است این چیز بسیار محتوا داره و بسیار وزن داره که آدم خود در اون القرار قرار بیده حاضر از این میشی که همه پدیده های نیک زندگی را دنبال بکنی بیاموزی و هر چیزی که فهمیدیم که آدم گفته بسیار مشکل است خواستیم در بخانه باز ما اساسی او رو یاد بیرم رفتیم شعر دیگه کردیم پیش استاد داشتیم اینه شما میفهمین که دنیای موسیقی هر قدر که آدم وارد میشه آدم میفهمد بسیار کم میفهمی بله و هیچ کس با تعداد زیر نکنن ما همیش گفتیم یک اونرژی بسیار کوچک هستم در یه اصلا خب بعضی کارهای من در صفحات هست ببینین شما بخصوصا پارچه خیلی که ما با شما روان کردیم در تکنوازی هست کاغذ با راگ درموری با ستار شروع شده بله. یک پارچه که کاملا سنتی نیست قسمی است که سنتی ما نیست یک کمک هوای غربی هم داره تا مردم با آلای موسیقی شرقی ما هم آشنا شدن بله. در اوج از ربات استفاده کردیم از دوتار حیاتی استفاده کردیم از بوچوکی استفاده شده که یک بلاغه کس مثل گیتار بودیست هوای بسیار بله. درم تنبور ما وارد دارن و در یک جای یکی از سروده هایی است که دموجه خودم دکلمه کردیم شما گفتین یکی از سروده هایی تا نخیر انام چیز داشتون دیگه باید بله. نمیفهم که چی رو با شما ما بیدم اگر کدام سوال دیگه دارین تا اون وقت من چیز رو خواهش میکنم نام خدا و نام شما قدر زیاد است که عمر رو تشریح کردین برای ما بسیار آرزو دارم که امرای از این مصاحبه باز سازهایی که نواختین پخش شد و همچنان باز آهنگایی تانه که اجرا کردین اونا را پخش بکنیم و امیدوار هستم که هرچی زودتر این مسئله اتفاق بفته و ما را با می برنامه ای را پخش کنیم بر وطن دارای عزیز ما خب این لحظه تصادفاً یکی از سروده های اماسی آمد ببخشید یک کمک بلندتر هم اگر چیز کنیم که خب سروده در حدود من نمی فهم 27 28 جلد سروده ها شده که چاپ شده یک 23 جلدش در مطبوعات عظیم سر شهر کابل چاپ شده بود همین لحظه یک سویدی حماسی آمده میره به خدمت شما چند سطح شد میگیم خواهش میکنم به نام عشق وطن وطن دارو و درمانم توهی تو درون سینه پنهانم توهی تو امید این دل پرغصه من چوباغ گل شغوفانم توهی تو ندارم غیر عشق تو مرادی یگانه عهد و پیمانم توهی تو دو چشمم ناظر آرامی توست نوید جسم حیرانم تویی تو بسیار طولانی هست دیگه من این رسی عزیزا دکلمه کردن شما بازی آثارتان هم باز خودتان هم در قالب آهنگ انداختین خواندین یا ای که آهنگ هایی که خواندین اشعار دیگه شعر هست زیاد از خودم هست من پارچه که اخیره که به صفحات تام هست ز کسی گله ندارم، دل آزرده ندارم، گله از اهلی دلی کرد اهلی دیگر نداریم در تال گده گرفته شده بله او زمانی بود که دختره که کشتن در کابل به نام فرخونده بله بله وقتی شب آمدم و وقت بگویم اشکال خودم گرفتن تو دستم ارمونیه پیشی بود و او آمد اجازه تان باشه من نمی فهمم ز کسی گله نداریم دل آزرده نداریم گله از اهل دلی کرد
حال دل دیگر نداره حال دل دیگر نداره تصور بگرد سلام آمد دارم یه واقع گده است در بطن نکه دینا بوله گده دمی یه واقع و آنگست که شیر و کمپوز از خودم است دیگه پرچان قسمت زیاد شد کمپوز هایش از خودم است یا رو باگ و گپا کار شده از کار اینا چیز بدی و چیز خیلی جمعه بر شما آرزوی موفقیت بکنم دکتر سپیساد تشکر که وقتتان با ما دادین و وطندارای ما هم حتما از صحبتهای شما لذت بردن انشالله بعد از این مصاحبه تمام آثار شما را رسامی شما را از طریق یک سلاید شو پخش میکنیم و همچنان چند پارچه که با سازهای مختلف نواختین و یک آهنگ شما را انشالله پخش میکنیم وطندارای ما زیادتر و یک وطندار هموطن ما که دکتر برحال در یک کشور خارج از افغانستان مثل آلمان که یک افتخار بر تمام افغانایی که در سر تا سر دنیا است و هنرمندی که هنرشان بودای مختلف داره رسامی، شاعری، نوازندگی، آوازخوانی سپاسگزار هستم از شما خیلی جان یک دنیا تشکر قربان شما من... در اخیر این کدام صحبت امرای هموطنان دارین در غیر از اون با هم خداحافظی میکنیم ممنون و محبتت همینطور که در گذشته ها ما گفتیم خیلی جان ما افتخار از این دارم که همچون شخصیت های مثل شما مورین در رسانه ها هستن باز مادر بیشینه یک خلیجان را به دنیا بیاره سالهای زندگی بکنن تا سواد پیدا کنن تا سواد عالی پیدا کنن تا سواد سیاسی پیدا کنن تا سواد مسلکی پیدا در بخش موسیقی پیدا کنن تا ارزش های دنیای فرنگی رو بفهمن من شخصا معتقد به این هستم که هر عزیزی که در جایی میرسن رسالت هر منور است که او را در چوکات اون متوانمندیش تمجید بکنه در حال که حیات است متاسفانه کلتور ما یک همه که دیگه اثر با حالت های ضرورت داره که یک همه که با اتصالات به وجود بیاه و اون با فکر میکنم مربوط برداشت افراد است چون من موسیقی در دوست دارم قلبا باش عشق علاقه داشتیم از اون خاطر خواستیم که اساسی و بیاموزم و بیشتر از کدم نجوی کوچک هستم باید دوستا هنرمندا یکی دیگر رو تمجید بکنن یکی دیگر رو تایید بکنن یکی دیگر رو بهشون برسن چرا هر گل از خود یک بوی داره یک رنگ داره هیچ کس یا هیچ کس را گرفته نمیتونه از موضوع دور نریم برای هموطنهای خود فقط یک آرزو دارم هر هموطن یک فیلنده بدونه اگر چه من در فاصله که تقریبا دو هفته است در ایالت کالیفرنیا هستم لاس انجلس و لاس ویگاس و سان فرانسیسکو و امروز پیش خودت هستم خلیج جان گل یاد وطن در این فاصله که ما دیجه بودیم دو قطع سیقت سرودای ببرشیم دو سیقت سرودای حسین بود ارتباط مردم هرات که حالا واقعا از تسلیت باشون میکنم یک سرودی هم در ارتباط اونا بود یک سرودی از که به شکل روحی و یاد وطن گفتیم در حال که دیجه چقه محیط مخبول و شعر افسانه و زیباست ولی درد وطن در دل حرف کنه است و آرزوی ما همی است که اگر طبیب داریم، انجینر داریم، آدم های توانمند داریم در وطن اگر آرامشی به وجود بیه و بتانن در وطن مزدر خدمت شوند در وجود آرامی بیه و او وطن نیاز داره به انجینر، به دکتر، به هنرمند و یک چیزی که در مجموع برای جامعه افغانی میخواهیم من ایست اگر طبیب اونه برای که دارمون تحصیل کرده و شما انتقال بکنم تا زمانی که ما بین سیاست، بین مذهب تفاوت‌های قائل نشیم و هر کس جایگاه خود بیافه محصولات بسیار بزرگ اجتماعی میتونه در اجتماع باشه در هر ملک امروز بهترین یا خوبترین ملک اسلامی شما ببینید اگر ترکیه هست عربستان است موسیقی هفت شهر هنر دنیای خود داره این چیز است که ما با دو کلک هفته آپلود کرده نمیتونیم خب برای فرهنگ زمان لازم است برای ایجاد شرایطی که مردم از امروز ما از سان فرانسیسکو آمدیم یا بودیری که آدم میبینه کار یک روز نیست این نسل ها و نسل ها و نسل ها زحمت کشیدن که تو اینجا رسیدن با امید از این که در وطن ما هم امیدید ایجاد شود که ما در چوکات درست است یک نظام اسلامی یک نظام خوبی که قابل رعایت برای همه باشه حرکت بکنیم ولی ارزش های فرنگی هم هیچ وقت پامال نکنیم من طبیب هستم وقتی من میرم پیش یک استاد میشنیم گرم میمونم و حساب شاگردی می کنم این مفهوم احترام عمیق قلبی من برابر عشق پاک است که موسیقی است اگر آواز حرام است اگر موسیقی حرام است با روشن در ارتباط صحبت می کنم اگر چیز موضوع بذاره دور می خواهش بخاطر از یک زینت اجتماع کمک روشن شود
ما پرنده هایی داریم که آوازهای بسیار زیبا دارن، از بلبل تا سایره تا و و و. آواز یک چیزی است که یک نعمت خداوندی است که در وجود ما داریم. همه مسائل با تابع قواعد نسازیم. چرا هر چیز از خود دنیای داره، از خود یک گرایش داره، از خود یک سرقلگری داره. امیدمایی است که در همه ابعاد زندگی انسانی، اجتماعی، حقوق مدنی آن چیزی که ارزش های انسانی است باید مراد شده رو چرا ما در هر گام پیش قدم نباشیم مثل دیگه هم بود همونطور از میگن تا که ریشه در آب است امید ثمره است انشالله با ما امیدوار از ایستم که وطن هم یک روز شود که آرام آباد شود و موسیقی دوباره دو به وطن برگرده جهان سپاس تشکر می کنم دوستان گرامی بود صحبت ما با دکتر صاحب محسوم منصوری دکتر برحال در جرمنی و هنرمندی که با سازهای مختلف می نوازند، آواز می خوانند، رسامی می کنند و شاعری می کنند. شما از این بعد هم کارکردهایشان می بینید. تشکر.